مجدد با درود به همه عزیزان، به هم میهنان گرامی و به فارسی زبانان در هر کجای این دنیای بزرگ. در 63 برنامه در روان پژوهی به نظرم آمد با توجه به شرایطی که ما در اون زندگی میکنیم، یک بحثی رو در مورد لایه های ترس با هم داشته باشیم، به سخنی بگیم در این که اون ترسی رو که ما مطرح میکنیم این چند لایه داره، چیست در واقع، از چه میترسیم، از چرا میترسیم و از چه میترسیم، و لایه های مختلفش رو بتونیم با هم بشکافیم. برای اهلی کردن ترس باید بشناسیمش، باید بفهمیم چه لایه هایی داره این ترس و چگونه میشه تا اونجایی که ممکن هست یکمی تلطیفش کرد، آرامش کرد، اهلیش کرد. در واقع فرمولی که من به کار میبرم اینه که چگونه میشه ما ترس رو اهلی بکنیم، به جای که ترس در ما ایجاد وحشت کنه ببرتون به اون طرف، ما بیاریمش به این طرف. یعنی با اهل کردنش مثل هر حیوان اهلی دیگه سعی کنیم باهاش زندگی کنیم، بسازیم باهاش، با ترس بسازیم، زندگی کنیم باهاش، بشناسیمش و بتونیم به شکلی به گونه از کنترل نذاریم، از کنترل خارج بشه. بگونیم یک نوع رابطه است با ترس، این که انکارش نمیشه کرد. حالا هم صحبت میکنیم در واقع لایه های مختلفش، انکار نمیشه کرد ترس رو. با زندگی انسان که حتی حیوان هم بوده، با ما آمده، حداقل در طول 100,000 سالی که ما تبدیل شدیم به انسان امروزی، ترس با ما همراه بوده، همیشه هم بوده، همیشه هم سعی کردیم که ترس رو به گونه‌ای مهارش کنیم، از وحشت جداش کنیم، نگذاریم به وحشت برسه و حالت مضطرب رو، رفتن به سمت اضطراب رو هم که یه بحث دیگری است که میتونیم در برنامه‌های آینده راجع به صحبت بکنیم، ولی ترس رو نگذاریم به وحشت برسه و دائمی بشه، این تبدیل بشه به اضطراب. چگونه میشه با ترس رو اهلی کرد، از این حالت وحشیانه وحشت زده خارج بشیم در مقابل ترس که پدیده طبیعی وجود داره، بدون که انکارش کنیم وجود داره، کم و زیاد، کوچک و بزرگ، دائم یا موقت، به هر حال هست این ترس. در لایه های ترس من میخوام از لایه های بالا شروع بکنم که اسمش میذارم ترس انسانی، پیدایش انسان. صدها هزار سال یک ترسی همراه ما هست که هرچه هم جلوتر میره نظر امکانات علمی و امکانات فناوری و میتونیم عوامل مختلفی که ما رو میترسانده بدیم کمترش بکنیم، اون عوامل ترسناکی که مثلا زمانی که چند تا خانواده کوچک در عمق غارها زندگی میکردیم و مثلا 100,000 سال پیش یا 50,000 سال پیش در اروپا که برای محافظت خودشون از حیوانات وحشی آتش رو روشن میکردن و با آتش دفاع میکردن از خودشون، در یک بار چند خانواده طبیعتاً به تاریکی شب، سرما، گرما، همه مشکلات طبیعی، طبیعتاً همه چیز ترسناکه، هر کوچکترین حشره، کوچکترین صدای پای حیوان کوچکی تولید وحشت میکنه، و اینکه هیچ محافظتی امکانش نیست از انسانی که لباسی فوقش برای پوشیدن خیلی محدود و کم و بسیار کم مایه
وجود داره که باید با همون بخواب زندگی کنه و عملا دانشی هم نداره که این دنیا چه خبر هست، حتی آشنا نیست که چگونه باران میاد، چگونه رعد و برق صورت میگیره، چرا رعد و برق صورت میگیره. تنها شناخت مختصری که از خودش داره یا از گیاهان اطراف داره و از ابزار کار خیلی مختصری که مثل چاقو استفاده میکنه یا برای پختن از سوزنهای استخوانی که استخوان حیوانات استفاده میکنه یا از چرم و پوست حیوانات لباس تهیه میکنه. ببینیم در اون شرایط این ترس همراه انسان بوده و طبیعتاً این ترس هیچ وقت از بین نرفته، شکلش عوض شده، فرمش عوض شده از چیزهایی که میترسیم، ولی عملا اون عمقش اینه که ما در مقابل حوادث، در مقابل طبیعت، در مقابل حیوانات با تمام تنوعشون به اون شکل هنوز هم سلاح‌های دفاعی نداریم که همه جا بتونیم از خودمون دفاع کنیم. این در واقع یه ترس انسانی که با ما آمده، با این البته نظریه فروید که از اون استفاده میکنیم که هر کدوم از ما بعد از تولد تا شهروند شدن اون 18 سالگی تا اون شهروند شدن، از تولد تا شهروند شدن اون تمام مراحل زندگی نیاکانمون رو گذروندیم. بارهای مثلا ما مطرح کردیم برای که یک واقعیتیست که اگر خودمون در اون واقعیت بدونیم چه اتفاقات افتاده خیلی بهتر میتونیم بفهمیم. خب وقتی که یک کودک 3 ساله است که 1-2-3 رو بیشتر نمیتونه بشماره، اصلا جا نداره برای 4، نیاکان ما 50,000 سال پیش که ماها امروز و دیروز و امروز و فردا رو بشناختن سفرده. طبیعتا وقتی ما همه این مراحل رو طی میکنیم، از همه مراحل شکل‌گیری روان هم اونها رو طی میکنیم به خودمون و اون ترسی رو که ما میبینیم در یک کودک، اون عدم اطمینانی رو که به پیرامون خودش داره یک کودک، اون وابستگی خیلی زیادش از نظر امنیتی به مادر، پدر، اون فضای خانواده، اون تأثیر رو که روی کودک میذاریم وقتی که اون فضای خانوادگی به هم میخوره و خشن میشه، میبینیم که اون ترس عمیق انسانیست که ادامه پیدا میکنه در همه ما هست. اون ترس انسان بودن به هر حال، اینکه توانستیم به علم و فناوری دست پیدا بکنیم، توانستیم جوامعی رو به وجود بیاریم، 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000 نفر دور هم زندگی بکنیم، ولی اینها همه مانع از اون نمیشه که اون ترس انسانی اون از انسان بودن از دست داده باشیم، اون وجود داره و شاید هم بشه گفت که بسیار مفیده که به ما امکان میده زندگی رو ادامه بدیم. یعنی ترس در مقابل مرگ هست که ما رو به جلو میبره که باز بیشتر زندگی کنیم، بیشتر به زندگی بچسبیم، بریم به دنبال علوم و فناوری هایی که اجازه بدن به ما در زندگی بیشتر بمانیم. همین هاست که به هر حال به ما امکان میده که وقتی ویروسی مثل کرونا ویروس بیاد متشکل بشیم با هم، متحد بشیم با هم، لابوراتوارهای مختلف سعی کنن که یا واکسن یا دارو رو بسازن، دولت ها به هم کمک میکنن، مردم به هم کمک میکنن. همین ترس، همین ترس درون هر کدام از ما که نهادینه شده، اسم این رو بذاریم ترس مرحله اول. یک ترس دیگریست که میشه بهش گفت ترس اجتماعی، وقتیست که جنگ ها رخ میده، شاید شوربختانه از مردم سوریه 2/3 رفتن و فقط 1/3 وجود داره و این در واقع 1/3 هستن، طبیعیه که بترسن. یعنی در شرایط جنگ میتونه سریعا شرایط جنگی مردم سوریه اگر که این کرونا پاش به اونجا برسه، با توجه به اینکه امکانات مداوا، امکانات پیشگیری بسیار کمه، تمام مشکلاتی که دارن
این مسئله رو ما اضافه بکنیم، این مشکل کرونا هم اضافه بشه، به طبیعتاً چون در جنگ هستن، این ترس انسانی به علاوه ترس های اجتماعی میشه، وقتی قحطی میشه، وقتی که مهاجرت های دست جمعی صورت میگیره، مثلا این ترس رو ببینید، کرونا هست، اون ترس انسانی ما در مقابلش هست و این ترس اجتماعی هم در تمام اردوگاه هایی که مهاجرین قرار گرفتن، 3 میلیون در ترکیه و کشورهای دیگه منتظرن که راه باز بشه و بیان به اروپا. اینها ببینید که یک ترس اضافه تری هم به نام ترس اجتماعی در بدنشون اصلا شکل میگیره. یک مهاجری که در اردوگاه هاست چگونه میتونه به اون شکلی که میگیم روزی 3 بار دستت، ساعتی به هر 3 ساعت 1 بار دستت رو با صابون بشور، چگونه میتونه فاصله 1 متری رو رعایت کنه وقتی 5 تا 6 تا چادر کوچیک میخوابن؟ عملی نیست. در واقع ما اینجا یک ترس اجتماعی که مربوط میشه به زندگی اجتماعی ما هم به اون اضافه میکنه. ترس دیگری رو که میشه گفت ترس از طبیعت، طبیعتی که کره زمینی که با آنکه به ما زندگی و حیات میده، امکان زنده موندن میده، امکان حیات میده، امکان با یک در واقع سخاوتی خورشید عزیز میاد و ما رو گرم میکنه، گیاه رو میروناند، اجازه میده که ما ماهیگیری کنیم، اجازه میده که ما دامداری کنیم، زندگی رو کنیم. این طبیعت باز هم ما رو نمیشناسیم. یک طغیان، یک کوه آتش فشان، یک سونامی، یک زلزله، یک آتش سوزی بزرگ مثل آتش سوزی امسال در غرب استرالیا، میبینیم که همین طبیعت مهربان یا فرود یخچال‌های یخی و طبیعی، ببینید که همین طبیعتی که اینقدر مهربان با ما میتونه مولد ترس هم باشه. وقتی هر یک سونامی که وقتی تصاویرش رو میبینیم که چه میکنه، با چه ارتفاعی موج‌ها و چه خشونتی تا عمق شهرها این آب دریا رو میبره که همه چیز رو وقتی عقب نشین میکنه با خودش میاره، این دریا آب تحت تاثیر زلزله یه چیز زمینی میره و برمیگرده، اون هم طوری ترس میکنه و در واقع اضافه میکنه به اونها. میبینیم که مثلا وقتی که کوه پامپایی آتش فشان میشه، وقتی هنوز این شهر رو ما بازی میکنیم، میبینیم که چگونه در چنان زمان کوتاهی این اتفاق صورت گرفته و آتش و خاکستر آمده که بدنهایی هستن اونجا سوختن، اصلا فرصت اینکه بتونن فرار بکنن نداشتن، که یک بلایی که به این شکل میاد، خود زلزله متاسفانه میتونه تمام امکاناتی که ما پیش بینی کردیم برای اینکه دفاع کنیم از خودمون رو هم در واقع زیر سوال ببره. این هم یک ترس طبیعی، ترس از طبیعتی. یک ترس هم ترسی است که گروه با هم میترسیم. مثلا فرض کنیم ما کوهنوردی رفته باشیم، 10 نفری که در یه گروه کوهنورد هستیم، اگر شب بشه، اگر بهمنی بیاد، اگر یک دفعه به یک طوفان برخورد کنیم که اجازه از راه رفتن رو حتی 2 قدم جلوتر رو میشه ببینیم، اینها طبیعتا اون گروهی که هستیم در یک کشتی یا قایقی هستیم که این کشتی قایق از مسیر منحرف میشه، دچار یا گم میکنه مسیر خودش رو، یا اگر در یک اتوبوسی هستیم که اتوبوس دچار یه مشکل میشه، همه رو هم دچار یک ترسی میشیم که به دلیل عضو اون گروه بودن به سمت و سوی ما میاد. این یک ترس گروهی است که البته میشه گفت تقریبا این ترس رو باش آشنا هستیم و
از دو تا ترس دیگه، از ترس سه تا ترس، تا ترس انسانی، ترس اجتماعی و ترس طبیعی، ترس از طبیعت، این ترس گروهی بیشتر باش برخورد کردیم و شاید در مقابلش کمتر بترسیم، یکی ضعیفتر از بقیه عمل میکنه در مقابل، ولی به هر حال این هم هست. یه ترس هم میتونیم بگیم ترس سنفیست، اون موقعیتی که ما داریم، موقعیت کاری، حضورمون در هستی با یه موقعیتیست، یا دانشجویم، دانش آموزیم، کارمندیم، کارگریم، کشاورزیم، دامداریم، ماهیگیر هستیم، بالاخره یک سنفی رو تشکیل میدیم و وقتی این سنف مورد خطر قرار میده، هر یک ترس و وحشت و یک از آینده، از اینکه چه خواهد شد، پس من چگونه زندگی کنم، اگر این ابزاری رو که ابزار کار من هست، نظام تولیدیم هست، از بین بره و نتونم حفظش کنم، چگونه زندگی خواهم کرد. همون اصطلاحی که میگیم که نان زن و بچه رو از کجا بگیریم، چه خواهد شد. این اتفاقا یک کلیپ خیلی کوچکی در شبکه های اجتماعی میگرده که پیرمرد با چهره بسیار مهربان که میگه خب من کارم دست فروشی بوده، چه ببرم برای پردازم، الان که نتونم انجام بدم کارو، ببین این کرونا به کجا هم میتونه حمله کنه، یعنی ترس صنفی رو میتونه به وجود بیاره. و بالاخره ترس خانوادگی که وقتی که طلاق و جدایی پیش میاد، خانواده شوربختانه دوچار یک آتش سوزی میشه، خانواده دوچار یک مشکل درونی میشه، یک بیماری سخت، یکی از افراد خانواده تعادل خانواده رو هم میزنه. این ترسیست که در واقع امنیت ما از کودکی با این عجین شده، با امنیت یعنی پدر، مهر، محبت، عشق یعنی مادر، خواهر برادرها همسنف ما هستن، همه ما خواهر برادر هستن، از اونجاست که ما یاد میگیریم، آموزش میگیریم که خواهر و برادر بقیه همها در زندگیمون همون خواهر برادر هستن، معادل همها هستن، هم کار، هم کلاس، محله، هم شهری، هم کار، همه اینها در واقع همسایه، اینها آموزشی رو که در 7-8 سالگی در منزل با کمک پدر و مادر و خواهر و برادر یاد میگیریم، سلسله مراتب پدر، عشق مادر و رابطه با خواهر و برادر، همون رابطه ایست که بعدا شکل رابطه با همگنان خودمون رو میگیره. در واقع میشه گفت که این 5 ترس 6 ترس بهتر بگیم همیشه با ماست، ترس از با ماست، ولی اینها همه ترس از هستن، یعنی ترس از چیز. اگر درجهش زیاد بشه به وحشت تبدیل میشه، و اگر عامل ترس از بین بره، یعنی ما بترسیم ولی ندانیم از چی میترسیم، میشه اضطراب. اضطراب ترس از ترسیدنه، من میترسم که بترسم، ولی من از چی قراره بترسم، ولی من کلا میترسم، یعنی یک نوع ابژه یا مولد این ترس پنهانه، ولی خود ترس و این که من میترسم که چیزی اتفاق بیفته و من بترسم، اون حضور داره که تولید اضطراب میکنه، که وحشت هم به دلیل اینکه همیشگیست اضطراب با فرد مضطرب، اضطراب میماند برای که همیشه نیست، دنبال ابژه‌ای که ازش بترسم فرد مضطرب میگرده، یک حالت اضطراب داره که از پیش من میترسم ولی الان موضوعش رو نمیدونم، فرد مضطرب این هست. برحال در مقابل این کرونا میبینیم که تقریبا تمام این ترس ها امروز حضور داره، من میخوام به اینجا برسم، و عمقش
آقا این ترس ها هم ترس انسانی است، برای اینکه یه بحثایی هست، خب اگه نره چی، اگر ما داروشو پیدا نکنیم، اگه واکسن پیدا نکنیم، از این کشور به اون کشور میره، این کشور از شهرش خلاص میشه، اون کشور تازه شروع میشه، دوباره بر میگرده، مثل اینکه یک مورد در چین دوباره برگشته. و خب این میتونه ادامه پیدا بکنه و بشریت رو مورد حمله قرار بده. این ترس انسانیش، ترس اجتماعیش که به هر حال میتونه با اینکه افراد از منزل نرن بیرون، خب چه کسی تولید کنه، چه کسی نظم شهر رو نقطه بگیده، چه کسی توزیع کنه، تولید توزیع مواد غذایی، چه کسی میبینیم که امکانه یه مقدار حالت لطیفه شد که همین که مسئله که قرنطینه کردن و در خانه ماندن مطرح شد، خب طبیعیه که برای خرید کردن مردم هجوم آوردن و اون چه که کم بودش پیدا شد کاغذ توالت بود. این نشون میده که تا چه حد وحشت و ترس از مسئله قحطی و نبودن مواد خوراکی میره تا حتی دستمال توالت. پس این در واقع ترسی رو که میتونیم بگیم ترس اجتماعیش وجود داره کرونا، ترس از طبیعت هم وجود داره، برای اینکه عاملیست، عامل طبیعیست این ویروس و ما وحشت میده. چگونه ممکن است ویروسی هنوز وجود داشته باشه؟ چگونه ممکن است ویروس ها با جهش ژنتیک تبدیل بشن به دشمنانی که بخوان پایه ای اصلا بشریت و تداوم نسل ها رو زیر سوال ببرن؟ این ترس از طبیعت پشتش عمیقا این ترس هم هست و طبیعتا ترس صنفی هم هست. برای اینکه خب کارخونه تعطیل میشه، کارگاه تعطیل میشه، معلومه چگونه راه بیفته دوباره بره جلو و نظام های تولیدی ما به هر حال این 7 میلیارد میگشتن، به هر حال مثل یک کشتی 3 تا شیفته کار میکردیم، هممون درس بخوندیم، 1 میلیارد انسان داشتن درس بخوندن، حداقل 2 میلیارد کار میکنن و این کشتی دیگه با توجه به این کرونا بستگی به انتهاش که هست میتونه لطمه بگیم. ترس صنفی و نهایت ترس خانوادگی که کافی یک نفر که مبتلا میشه بقیه باید ازش بترسن. اون نظم و اون محیط امن خانواده رو اگر یک نفرم شوربختانه بیمار بشه، کارش به بیمارستان کشیده بشه، اینها نمیتونن مراقبتش کنن. و ببینیم از همه بدتر شوربختانه کسانی که فوت میکنن با چه شرایطی دفن میشن که در واقع زیبنده یک انسان است. حالا احتمالا در بحث های دیگری عمیق‌تر راجع به این شش نوع ترسی رو که وجود داره و کرونا شوربختانه همه رو به مقدار زیادی با خودش میاره. شب و روزتون خوش.